الان آقای کیروش بهترین مربی دنیا، چی کار میتونه جام جهانی بکنه؟ یعنی این تیمو قهرمان میکنه که آقای تاج این تصمیم گرفته؟ شما مخالفید بازی باید ما 100% مخالفید. برخی مانند علی پروین بازگشت کارلوس کیروش را بی ثمر میدانند و معتقدند تیم ایران با او در جام جهانی چهارم گروهش میشود و برخی دیگر هم مرد پرتغالی را ناجی فوتبال ملی ایران میخوانند و او را تنها فردی عنوان میکنند که در این برهه توان جمع کردن تیم ملی و یک رویارویی جانانه با حریفان سخت در جام جهانی را داراست. یک دو قطبی کامل، آن هم نه در رده باشگاه‌ها و مثلا طرفداران قرمز آبی، بلکه در رده ملی در مسافی دشوار و مهم مثل جام جهانی. شاید هیچ کس تصور نمی‌کرد پس از جام ملت‌های آسیا و اختلافات شدید با کارلوس کیروش و کنارگیریش از تیم ملی، باز هم پای این مرد البته سرد و گرم چشیده فوتبال به ایران باز شود. آن هم برای هدایت تیم ملی در جام جهانی و در شرایطی که دراگان اسکوچیچ در ناامیدوارانه ترین شرایط تیم را نجات داد و به جام جهانی رسانده بود. اما مرد کروات با وجود نتایج نسبتاً درخشانش هیچگاه محبوب نشد. او سعی کرده بود برخلاف کارلوس کیروش سیاست سکوت را در قبال چالش‌ها، بی‌برنامگی‌ها و مشکلات در پیش بگیرد. سکوتی که البته برایش گران تمام شد و در افکار عمومی شخصیتی خونسا را از این مربی به نمایش گذاشت. به قول فوتبالی‌ها اونم مشت آهنین داشت تا در برابر چالش‌ها چهره مبارز به خود بگیرد و نه آغوشی باز که بازیکنان را یکدل و متحد کند. نتیجه همه اینها البته به نفع کیروش تمام شد. او که نتوانسته بود دو تیم دیگر از دو قاره مختلف، کولومبیا و مصر را به جام جهانی برساند، مربیگری تیمی را بر عهده گرفت که فرد دیگری تقریبا به آسانی به قطر رسانده بود. حالا اما کارلوس کیروش رزومه جذابی را در کارنامه‌اش ثبت خواهد کرد. 5 دوره حضور در جام جهانی فوتبال به عنوان سرمربی که البته 3 بارش با تیم ملی ایران خواهد بود. کیروش البته یک بار در زندگی فوتبالیش آنچه بر دراگان اسکوچیچ گذشت را تجربه کرده است. او در سال 2002 آفریقای جنوبی را به جام جهانی رساند، اما پیش از شروع رقابت‌ها از سمتش کنار رفت تا نیمکت این تیم را به فرد دیگری بسپارد. حالا بعد از 20 سال آنچه که برخی تقدیر می‌نامند ناکامی و خاطری تلخ آن سال را برای کارلوس کیروش جبران کرده است. سرنوشتی که البته کمی بعید است برای اسکوچیچ هم روزی رقم بخورد. مرد کروات در برهه‌ای بحرانی شانس بزرگی آورد و سرمربی تیم ملی ایران شد. به همان سرعت هم شانس از او رویگردان شد و نیمکتی را که حالا ارزشش بیشتر هم شده بود از دست داد. خودش هم بیشتر در این رفت آمد نظاره‌گر بود تا مبادا جایگاهش لرزان شود. حالا اما نگاه ها رو به جلوست. کیروش موافقان و مخالفانی بسیار جدی دارد و فقط یک نتیجه جذاب میتواند همه را در مورد او متفق القول کند. او البته برخلاف اسکوچیچ بلد است چگونه رسانه ها و نبض جامعه فوتبالی را در دست بگیرد، با اعصاب حریف بازی و قلب خودی را تسخیر کند. سرمربی جدید تیم ملی ایران طی یکی دو روز آینده وارد تهران می شود. مهمترین چالش همکنون انتخاب دستیار اول اوست. صحبت ها از جواد نکونام است که البته پیشتر هم در دوره دستیار کیروش بود. او البته روز شنبه همراه تیمش یعنی فولاد خوزستان در انزلی بود تا مقابل ملوان به میدان برود. با اینکه مدیرعامل فولاد گفته نکونام از این باشگاه جدا نخواهد شد، اما شاید نیمکت بعدی این مربی تیم ملی فوتبال ایران باشد و حتی البته آنطور که مسئولان فدراسیون گفتند جایگاه سرمربی هم در آینده به او برسد. اما در فوتبال ایران هیچ چیز قابل پیشبینی نیست. حتی بازگشت دوباره دراگان اسکوچیچ به نیمکت تیم ملی فوتبال ایران. مهدی طه‌عباس، رادیو فردا.